سخنرانی مهم و ویژه امشب مسعود پزشکیان در خصوص برخی اتفاقات روزهای گذشته و صحبت‌های مهم درباره آینده روند دولتش. همونجور که می‌دونید چندین شب شده که با صحبت‌ها و سخنرانی‌های مختلف و بیانیه‌هایی که از مسعود پزشکیان منتشر میشه در خدمتتون هستیم و امشب قصد داریم بپردازیم به آخرین خبر و صحبت‌هایی که از مسعود پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران منتشر شده. در این ویدیو قصد داریم به این نکات بپردازیم. در اولین صحبت‌ها و بیانیه‌ای که منتشر شد و قبل از اینکه بپردازیم به ویدیو و تصویر کامل از سخنرانی رئیس جمهور منتخب، دکتر مسعود پزشکیان در نامه و بیانیه و صحبت‌هایی که انجام داد گفت که ما اصلی داریم به نام حق و عدالت و امام حسین علیه السلام برای همان حق و عدالت اومد. اگر ما حق رو بین جوامع، ملل و قومیت‌ها اقامه نکنیم، آنچه که برای امام حسین علیه السلام می‌کنیم فقط گریه کردن است و چیز دیگری نیست. پست و مقام برای این نیست که ما به آن افتخار کنیم، برای این است که خدمتگزار مردم باشیم. فردای قیامت اگر بخواهیم پاسخگوی باشیم، باید حق و انصاف برای مردم عملی بشه. با مردم باید با عطوفت برخورد کرد. ما دعواها و هوای نفس داریم. دعوای جناح و دسته چیزی رو جلو نخواهد برد. در یکی از مهمترین اتفاقاتی که تقریبا دو سه روز پیش افتاد، نامه‌ای بود که ولیعهد عربستان در خصوص پیروزی مسعود پزشکیان منتشر کرد و گفت که در جریان این گفتگو ولیعهد عربستان از تقویت روابط ایران و عربستان در بخش‌های مختلف ابراز خرسندی کرد و بر لزوم تقویت هرچه بیشتر روابط تاکید کرد. پزشکیان رئیس جمهور منتخب ایران نیز مراتب تشکر و قدردانیش از ولیعهد عربستان منتشر و اعلام کرد. در یکی از مهمترین اتفاقاتی که قراره 7 مرداد ماه بیفته، مراسم تنفیذ 14 هست و گفته شده که مراسم تنفیذ و اعطای حکم 14 دوره ریاست جمهوری ایران و آغاز به کار رسمی رئیس جمهور منتخب یک شنبه 7 مرداد ماه 1403 با حضور رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان و کارگزاران در حسینیه امام خمینی برگزار خواهد شد. در مهمترین صحبت‌هایی هم که محمد جواد ظریف بهشون اشاره کرد و قبل از اینکه بپردازیم به صحبت‌ها و سخنرانی مهم و ویژه دیشب مسعود پزشکیان، به نظر میرسه که ظریف اینجوری بیان کرده که باید اعضای دولت 14 رو به شکلی انتخاب کنیم که بتونیم در برابر مردم از اون دفاع کنیم. قرار نیست ما به جای رئیس جمهور انتخاب کنیم. می‌خواهیم امید رو زنده نگه داریم. محمد جواد ظریف رئیس شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه دولت 14 امروز در سخنرانی در محل سالن اجلاس سران گفت ما انتخاب نمی کنیم و انتخاب با شخص آقای رئیس جمهوره. طبق قانون رئیس جمهور است که باید این افراد رو انتخاب کنه و ما داریم در این مسیر رو انتخابش کمک می کنیم. ما سنجیده هایی رو به کار گرفتیم و طراحی هایی رو انجام دادیم که طبق اونها امتیاز بدیم. یعنی ما میخواهیم در این روند ارزیابی ها و پیشنهادات خودمون رو به رئیس جمهور ابلاغ کنیم. ما شفافیت را راه انداخته ایم، ولی در این روند باید به صورت کامل و جدی‌تر از همیشه همه چیز شفاف باشد و در واقع نباید حیثیت خانواده ها که هزینه کردن از بین برود و ما میخواهیم فقط به رئیس جمهورمون کمک کنیم. در ادامه با همدیگه بشنویم صحبت های مهم و ویژه دکتر مسعود پزشکیان در روز گذشته که حسابی حائز اهمیت و مهم بودن و برگردیم ادامه ماجرا در روزهای گذشته رو با هم دیگه بررسی کنیم. دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب در نخستین برنامه کاریش در هفته جاری به اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران رفت. از دولت محترم 14 توجه بیشتری برای بهبود فضای کسب و کار، توسعه اقتصادی، توسعه روابط بین المللی و رسیدن به اهداف برنامه 7 توسعه انتظار می رود. بخش خصوصی و تعاونی می خواد شریک توسعه کشور باشه. تمام قد کنارتونیم و تمام قد همراهی می کنیم که هم آبروی کشورمون انشالله حفظ بشه و هم صنعتمون همون گونه که تونست به دنیا بگوید که کی هستم و چه کردم، در همراهی با شما این گونه باشیم. سپاسگزارم.
رئیس جمهور منتخب پس از 3 ساعت شنیدن دغدغه‌ها و پیشنهادات فعالان بخش خصوصی گفت اگر کشور بخواهد پیشرفت کند با کمک شما خواهد بود و ما در دولت نیتمان این است که درهای بسته را باز کنیم که شما بتوانید کار کنید. قطعاً با شما میتونیم مملکت رو ببریم جلو. ما اگه قرار حرف بزنیم باید حرف محکم بزنیم. حرف محکم مبنای علمی داره، پایداره، هر لحظه عوض نمیشه. این هم بالاخره شماهایید، باید بشینید با دانشگاه یا با کارشناسا با دولت یه حرفی بزنیم که روش واستیم. آقای پزشکیان به تولید کنندگان بخش خصوصی گفت باید تولید و صنعت را به کنار دریا برد. باید این تولید رو از تهران بکشید بیرون ببرید لب دریا، هم راحت‌تر جنس میتونید بیارید، هم راحت‌تر جنس میتونید صادر کنید. من نمیفهمم چرا داریم تهران رو به این شکل گنده میکنیم و تولید رو میاریم اینجا و بعد از یه مدتی هر دولتی بیاد امکان پشتیبانی از شما را در آب و برق و اینا نخواهد داشت. رئیس جمهور منتخب در مورد انتخاب اعضای کابینه دولت هم گفت واقعا اینجوری اینه که مثلا آدم هم از نظر تجربه هم از نظر نمیدونم اون حرفایی که میزنید به این سادگی تو این مجموعه‌ای که ما هستیم بتونیم آدم انتخاب بکنیم. دلمون میخواد هممون باشیم، برای ایرانمون باشه، برای مملکتمون باشه. دلمون میخواد بهترینامون باشن. از اصولگراها باید آدمایی باشن، از نمیدونم همه اون جمعیتی که خودمون از اون یکی دعوا نباید. قدم اول اینه که نباید با هم دعوا کنیم. آقای پزشکیان همچنین از آقای طیب نیا عضو شورای راهبری دولت 14 خواست جلسه‌ای با حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی، دانشگاهیان و دست‌اندرکاران برگزار شود. مطمئن باشید که تصمیمات مهم با حضور مردم، با مشارکت مردم و نمایندگان مردم که نهادهای مدنی هستند اتخاذ خواهد شد. یکی از اصلی ترین درخواست های فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این جلسه از رئیس جمهور منتخب این بود که نشست های مستمر و مداوم با رئیس جمهور داشته باشند تا بتونن موانع پیش روی تولید و صادرات رو رفع بکنن. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما. مسعود پزشکیان هستیم و با صحبت هایی که این چند وقت هم محمد جواد ظریف در تلویزیون انجام داده بود یک سری از گزارش ها به دستمون رسیده بود و واسه عموم شفاف شده بود. اما در مهمترین صحبت ها و بیانیه‌ای که دکتر مسعود پزشکیان اعلام کرد، صحبت های جنجالی رو توش مطرح کرده بود که الان قصد داریم ما هم دیگه بپردازیمش و ببینیم چه صحبت هایی رو انجام داده. در مهمترین و ویژه‌ترین صحبت های مسعود پزشکیان در خصوص انتخاب افراد کابینه اینجوری بیان شد که به تمام افراد از جمله آقایان قالیباف، رضایی و حتی جلیلی هم گفتم افرادتان را معرفی کنید. اگر با هم باشیم، حتی اگر برنامه ضعیف داشته باشیم، میتونیم مشکلات رو حل کنیم. مردم به یک نگاه بسته و تمامیت خواه رأی ندادن. بنده به تمام افراد از جمله آقای قالیباف، رضایی و حتی جلیلی هم گفتم که افرادتون رو معرفی کنید. اگر معتقدید شاخصی ضعیف است، شما شاخص دیگری بگویید تا اضافه کنیم. بنده در انتخاب ها هم گفتم که سیاست های کلی مقام معظم رهبری رو ادامه خواهم داد. این که برخی فکر می کنند به بنده دیکته می کنند اشتباه است. بنده شاخص های تعیین کردم و طبق آنها تصمیم خواهم گرفت. صحبت هایی بود که مسعود پزشکیان در جدیدترین بیانیه و صحبت هایی که انجام داده بود منتشر کرد و در ادامه با همدیگه چکیده بیشتری رو از این صحبت ها رو با همدیگه بررسی خواهیم کرد.